حمد و ثنا به پروردگار و درودی به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاة و السلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زکات فطر، زکات فطر بر چه کسانی واجب است؟ از ابن عمر روایت است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلام به دادن زکات فطر از خردسال و بزرگسال و آزاد و غلام و کسی که نفقه آنها بر عهده شما است امر فرموده است. بنابراین زکات فطر به هر مسلمانی که آزاد بوده باشد و بیش از قوت یک شبانه روز خود، بنابراین زکات فطر به هر مسلمانی که آزاد باشد واجب است و صدقه فطر بالای مرد، زن، پیرانسال، خردسال، آزاد و غلام بالای همه واجب است. شخص مسلمان باید آن را از طرف خود و از کسانی که در سرپرستی آن قرار دارند و مانند همسر، فرزندان، پدر، مادر بر اساس از نام آنها نیز میپردازد. اگر آنها قادر هستند این صدقه را خودشان پرداخت کنند، پس بهتر است که خودشان بپردازند و در غیر قادر نبودند از نام آنها داده می شود. سوال: صدقه فطر از چه چیزی باید پرداخت شود؟ در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که باید چیزهای زیرین را در صدقه فطر داده شود. دادن صدقه فطر از مواد غذایی باید باشد، به مثل گندم، خرما، برنج، کشمش، پنیر، جو، آرد، به دلیل اینکه حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که می فرماید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سو از گندم یا جو یا خرما یا پنیر و کشمش را برای هر نفر زکات فطر می دادیم. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم آمده است. و حدیث دیگر که می فرمایند ابو سعید خدری می گوید ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سو از طعام را صدقه فطر می دادیم و طعام ما در آن روزها جو، کشمش، پنیر و خرما بود. و علما می گویند زکات فطر پرداخت کرده می شود از خوراک همین منطقه، خوراک همین مردم، به مانند برنج و غیره ها. اگرچه شخص قادر است برای پرداخت کردن دیگر چیزها. مقدار زکات فطر، مقدار زکات فطر یک سو از مواد غذایی است و یک سو چهار مد است که تقریبا 3 کیلوگرم است. سوال: آیا می توان بر عوض مواد غذایی پول بر اساس تحقیق دادن قیمت آن و پول بر عوض مواد غذایی جایز نیست و علمای گذشته این عمل را رد نمودند؟ امام نووی رحمه الله از بزرگان امت اسلام میگویند بر عوض مواد غذایی پول دادن و یا قیمت آن را دادن جایز ندانستند، ولی امام ابو حنیفه آن را جایز دانستند.